سلام درود بینندگان گرامی. امروز 15 مارت سالی 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید. اینک خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد. با ما بمانید. سازمان اهنامه امنیتی دسته جمعی تاجیکستان و قرقیزستان را آشتی می‌دهد. قاتل هویدای 5 ساله به زندان محکوم شد. یک مخالف تاجیک در بلاروس بازداشت شده است. دبیر کلی سازمان اهنامه امنیتی دسته جمعی ایمانگلی دستمگامبتوف که با یک سفر رسمی در دوشنبه قرار داشت 13 مارت سال جاری با امام‌علی رحمان ملاقات کرده است. در این دیدار جانب‌ها وظیفه های سازمان امنیتی اهنامه دسته جمعی و بعضی مسئله های مبرم منطقوی و بین‌المللی را محاکمه کردند. از جمله گفته می‌شود امام‌علی رحمان با دبیر کلی سازمان اهنامه امنیتی دسته جمعی ضرورت تحکیم همکاری حربی، حربی تکنیکی و نظامی و اقتصادی و اینچنین مقاومت به خطرها و تهدیدها به امنیت از جمله تروریسم، افرادگرایی، ظهورات تندگرایی، قاچاق مواد مخدر، کیبر جنایتکاری و جنایتهای متشکل فراملی و غیره را بررسی کردند. با گزارش دفتر مطبوعات سازمان اهنامه امنیتی دسته جمعی، تسمگامبتوف روزهای 9 و 10 مارت سال جاری در بیشکک قرار داشت و با چند از مقامات این کشور بخصوص پرزیدنت صادر جباروف دیدار و گفتگو کرد. برخی کارشناسان بر این نظرند که دبیر تازه تعیین سازمان اهنامه امنیتی دسته جمعی تلاش دارد بین تاجیکستان و قرقیزستان نقش میانجیگر را بازی کند و همسایه‌ها را آشتی دهد. چند پیش تحلیلگر و کارشناس مسائل آسیای مرکزی الکساندر کنیازف گفته بود که این اتحاد نظامی و سیاسی کیهوست آماده است برای حل بحث‌های مرزی میان کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان میانه‌روی کند. پیشنهادها برای کاهش دادن تنش در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 5 مارت سال جاری در شهر مینسک ضمن نشست سران شعبه‌های همکاری بین‌المللی حربی قواهای مسلح سازمان اهنامه امنیتی دسته جمعی بررسی و تهیه شده بود. در این باره یاوری وزیر دفاع بلاروس آید به همکاری‌های بین‌المللی حربی والری ریونکا در صفحه تویتری خود خبر داده بود. با وجود آنکه جزئیات طرح تهیه شده افشا نشده است، اما سفر کاری دبیر کل این سازمان ایمانگلی تسمگامبتوف با قرقیزستان و تاجیکستان بیانگر تطبیق آن برنامه تهیه شده میباشد. گفته میشود تسمگامبتوف با پرزیدنت های هر دو کشور صادر جباروف و امام‌علی رحمان مسئله کمک احتمالی سازمان اهنامه امنیتی دسته جمعی در حل بحث های مرزی را نیز بررسی کرده است. الکساندر سیومین گومابری قتل هویدای 5 ساله بعد از 5 سالی بحث های دادگاهی به 24 سال زندان محکوم شد. دادگاه ولایت مسکو امروز 15 مارت شهروند روسیه الکساندر سیومین را در تجاوز و قتل دخترک 5 ساله تاجیک هویدای تیلوزاده گناهکار دانسته است. گفته می شود از این 4 سال و 7 ماهش کم می شود چون سیومین در این مدت در بازداشتگاه بود. اما وکیل دفاع قاتل هویدا این حکم را سنگین نامیده است. در همین حال عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا تیلوزاده در صحبت به رسانه‌ها گفته است که با حکم دادگاه راضی نیست و می‌خواهد از بالای حکم شکایت برد. سعیدوف می‌گوید قاتل فرزندش باید به حکم ابد محکوم شود. یادآور می‌شویم که هویدای خردسال 22 ایولی سال 2018 بی‌رحمانه کشته شد. او اول از حوالی یک خانه در ناحیه سرپوخوی شهر مسکو دوستیده شد و پس از یک روز جسدش از داخل یک خلطه ورزشی پیدا گردید. سنجش سودی نشان داد که هویدای خردسال اول تجاوز شده و سپس با کارد کشته شده است. در این قضیه یک ساکن 28 ساله محلی الکساندر سیومین با گمان دست داشتن در قتل این کودک بازداشت شد. در منزل او مفتشان ایزی پایافزار دختر و ایزی انگشتی را پیدا کردند. طبق یکی از فرضیه‌ها گمانبر کشتار دختر را هنگام بازجشت در حوالی با دادن بازیچه جلب کرده سپس او را رو بوده است. جسد هویدا را روزی 25 یوری سال 2018 به تاجیکستان آوردند و در زادگاهش در شهر کولاب دفن کرده بودند. این حادثه سر و صداهای زیادی را هم در تاجیکستان و هم در روسیه به بار آورده بود. نفران زیادی خواسته بودند که این قضیه منصفانه تحقیق شود، اما بحث‌های دادگاهی 5 سال طول کشید. مقامات بلاروس میخواهند یک مخالف تاجیک را به تاجیکستان استرداد کنند. نظام‌الدین نصرالدین 44 ساله را که 8 ژانویه سال جاری
هنگامی گذشتن از لیتوا به بلاروس از جانب مقامات انتظامی این کشور دستگیر شده بود، خطر استرداد به تاجیکستان و شکنجه و زندان تهدید میکند. رادیو آزادی روز 14 مرد در استناد به انیرا برونیتسکا، مسئول سازمان حقوق هومن کانستانتا می‌نویسد که دادستان کلی تاجیکستان روز 21 فوریه امسال استرداد نصرالدینوف را طلب کرد. دادستان کلی بلاروس پناهندگی او را در آلمان به نظر نگرفته برای استردادش راضی شده است. بنابر اطلاع منبع، مقامات تاجیکستان نظام‌الدین نصرالدینوف را به دعوت عمومی به افرادگرایی ماده 307 ضمیمه 1 کدکس جنایی گمانبر می‌دانند. با گفته انیرا برونیتسکا، معلوم نیست که نسبت این فعال تاجیک کی پرونده باز شده است، اما در پرونده گفته شده که نصرالدینوف در فیسبوک مواد وابسته به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نشر کرده، در یوتیوب هم کدام ویدیویی را درباره پرزیدنت تاجیکستان گذاشته است. نصرالدینوف از زمان بازداشتش در بازداشتگاه شهر گرودنای بلاروس قرار دارد و از قرار دادستانی کلی بلاروس شکایت برده است. انتظار می‌رود دعوای او را 3 مارس امسال در دادگاه ولایت گرودنا بررسی کنند. گفته می‌شود نظام‌الدین نصرالدینوف از سال 2015 با خانواده‌اش در کشور آلمان زندگی می‌کند و مقام پناهندگی این کشور را نیز دارد. او در گذشته در نشست‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرکت و سخنرانی کرده خود را اعضای حرکت سیاسی گروه 24 گفته بود، اما سال 2020 از عضویت این حرکت سیاسی اخراج کرده شده و وقت‌های آخیر به تجارت ماشین مشغول بوده است. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروزه. بینندگان عزیز میتوانید شرح مفصل اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی ازدو تیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک ازدو تیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.